دوستان خوب و با همراهان گوناگون برنامه پروژه خاک از مجموعه پرشن اوارس یا جوایز فارسی، به همه شما و به مهمان عزیزم سلام میکنم. امیدوارم که همتون خوب باشید و همین شما میدونید که سختی های محیط زندگی مردم کبیر رو باهاش آشنا هستید. ما در پروژه خاک در شهر کرمان و استان کرمان هستیم و داریم در مورد صنایع دستی شهر کرمان و استان کرمان با کرمانی های عزیز صحبت میکنیم و کرمان هم میدونید که یه شهر کبیریه و سختی های این محیط باعث میشه که مردم کبیر نشین خلاق بشن، نوآور بشن و از همه امکاناتی که دور و برشون هست حتی از شاخ و برگ درخت ها استفاده کنند. اونها رو در هم بتنند و وسایل و منظومات زندگی بسازن ازش. و بیشتر زنان خطه کرمان در خیلی هاشون در ساعت فراغتشون به کارهای مختلف دستی میپردازن و برخی از اونها هم با دقت و ظرافت، با سلیقه و ذوق میان سراغ حصیر بافی و از اون هم وسایل کاربردی درست میکنن، هم وسایل تزئینی درست میکنن. من اینطور که شنیدم طبق یافته های باستان شناسان در شهداد کرمان و همینطور تپه یحیای ارزویه حصیرهایی پیدا شده که به چند هزار سال پیش برمیگرده و این نشون میده که این صنعت حصیربافی و هنر حصیربافی در استان کرمان پیشینه دیرینه داره. برای پرداختن به این هنر من در به در به دنبال کسی میگشتم که با این هنر آشنا باشه و آخرالامر پیدا کردم. خانم اکرم قلندری هستند و ایشون هم کارآفرین هستند و هم کنشگر فعال حوزه صنایع دستی. خانم اکرم قلندری، از اینکه دعوت منو پذیرفتید و به این برنامه اومدید ازتون صمیمانه سپاسگزاری میکنم. بفرمایید. شروع بفرما خانم قلنده. بفرمایید. صدای شما رو من امیدوارم داشته باشم. صدا برخی. بله بفرما. الان وصل شد صدا. بفرما خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون و خیلی تشکر ویژه دارم از شما سرکار خانم محترم که بنده رو به برنامه خیلی خوبتون دعوت کردین و همینطور معرفی حصیربافی کرمان رو. من خیلی کوتاه گفتم که در استان کرمان حصیربافی به اصطلاح یک تاریخ دیرینه داره، به چند هزار سال قبل بر میگرده. آیا در تمام شهرهای استان کرمان این حصیربافی رایج هست؟ در تمام شهرهای کرمان که نه، منتها شهرهایی که نخل دارن حصیربافی رونق داره و همه بانوانی که تو یعنی باقای نخل هستن همشون حصیربافای خیلی هنرمندی هستن و خدمت حصیربافی هم در استان کرمان تقریبا به چند صد سال میرسه، مخصوصا در شهرستانهای جنوب کرمان و شرق کرمان که خرما دارن، همشون مشغول حصیربافی هستن بانوان. پس در واقع حصیر رو از برگهای درخت خرما درست میکنن، حصیر بافی از برگهای درخت خرما درست میشه و چه برگهایی برای ساختن و درست کردن و بافتن حصیر بهتر هست، مناسبتر هست؟ آیا این
برگ هایی که سبز و نرمه یا برگ های خشک رو، یا یه مراحلی هست، مراحل خاصی داره، اون مراحل باید طی بشه تا بعد بافندگان حصیر مشغول بافندگی با این برگ ها بشه. سرکار خانم بنیاشه، من یه نکته خدمتون عرض کنم که تو منطقه ما، منطقه قلعه گنج، حصیر بافیش با بقیه شهرهای استان کرمان فرق میکنه، جنس و متریال حصیر. در شهرستان قلعه گنج حصیر بافی با برگ درخچه داز انجام میشه. برگ درخچه داز یه درخت نخل وحشی است، یعنی از خانواده نخل است، ولی خب وحشی و میوه‌ش هم قابل خوردن نیست. اینجا تو شهرستان که ما از سمت شرق به سمت بلوچستان میریم، جنگل داز داریم و از نظر کیفیت و مقاومت خیلی بهتر از برگ نخله و حصیر بافی تو این منطقه از برگ درخچه داز. منتها تو شهرستان های دیگه مثل بم و شهداد و اینا که با برگ نخل انجام میشه، بله، با هر نوع برگی نمیشه صنایع حصیری درست کرد. باید با برگایی که تازه هستن، جوان هستن و نرم هستن باید صنایع حصیری درست کرد. منتها این برگایی که مرده هستن و هر سال هرس میکنن، به هیچ عنوان نمیشه درست کرد صنایع حصیری. و آیا کندن برگهای تازه به خود درخت صدمه نمیزنه؟ آسیبی نمیرسونه؟ بعد درخت آزرده نمیشه از اینکه برگهای جوانش رو برای این کار میکنه؟ بله دقیقا همینه. منتها این برگ از درختهای جدا میشه که به اصطلاح معلی بهشون میگن پاجوش، یعنی درختی که پاجوش نخله و هنوز رشد نکرده، هنوز ثمر نداده، برای حصیر بافی از این نوع درخت استفاده می کنن. تو شهرهایی که حصیر بافیشون از برگ نخل هسته، منتها درختی که داره ثمر میده دیگه، درخت واقعا آسیب می بینه که قرار باشه اون برگ تازش رو جدا کنن. برگی که برای حصیر بافی استفاده میشه از پاجوش درخت هستش. بله، و شما فرمودید که یه تفاوت‌هایی بین حصیری که در قلعه گنج هست و نوع برگایی که مثلا در شهداد یا کرمان هست یا بم هست وجود داره، یه تفاوت می‌بود. این تفاوت در چی هست؟ این تفاوت به این که درخچه داز یک درخت نخل وحشی است که خب خودرو سبز میشه و تو یک موقعیت بسیار بد آب و هوایی رشد میکنه و از نظر مقاومت خیلی مقاومتر از برگ نخل است. یعنی شما یه برگ نخل، برگ داز رو جدا کنید با دست، هر چقدر که سعی کنید نمیتونید اینو پاره کنید، خیلی مقاوم و محکمه. ولی برگ نخل نه، یکم که بهش فشار بیاد و محکم از هم بکشیش، برگ نخل پاره میشه. به خاطر همین از نظر کیفیت صنایع حصیری که با برگ داز درست میشن بسیار با کیفیت تر از صنایع حصیری هستن که با برگ نخل درست میشن. و اینجوری به شما بگم که یه صنایع حصیری که با داز درست میشه یک میراث ماندگاره. من خودم دیدم که عمری شاید بیشتر از 200 سال داشته باشه یه صنایع حصیری که با داز درست میشه. و من به عنوان خریدار آیا میتونم تشخیص بدم که این برگ داز هست یا برگ نخله وقتی که تبدیل به حصیر شده؟ تبدیل به حصیر شد؟ نه، من الان خودم با مشتریای روبرو هستم که متوجه نمیشن، مگر اینکه تفاوتی شما براشون توضیح بدیم. رنگ برگ داز خیلی سبزه، ولی اون برگ نخل خورما که باش میبافن یکم رنگش شبیه کرم رنگه. یه تفاوتهایی از نظر رنگ دارن و خب تو نگاه اول کسی که آشنا به حصیر و حصیر بافی نباشه قطعا متوجه نمیشه. و اونایی که خب حالا حصیر رو دوست دارن و مرتب از صنایع حصیری استفاده میکنن متوجه میشن تفاوت ها رو. و تو نگاه اول نه، من باید توضیح بدم که این با برگ نخل، این با برگ دازه.
و حتما هم تفاوت قیمت هست دیگه، درسته؟ یعنی اون که با برگ داز هست بله بله گرانتر بله بله ارزشمندتر. بله حتما بله. من به عنوان یک بافنده حصیر چه ابزارالاتی رو برای حصیر بافی احتیاج دارم؟ من نیاز به چه ابزار و وسایلی دارم تا بتونم یه حصیر زیبا رو و یک هنر خاص حصیر بافی رو نشون بدم؟ حصیر بافی حالا بر خلاف همه هنرهای دستی دیگه که متریالش گرونه و شاید مثلا تهیهش خیلی سخت باشه، اینجا متریال حصیر بافی ما به صورت خدادادی در اختیار همه مردم هست و اون چیزی که نیاز هست، اون وسیله اصلی، دستان هنرمند و سلیقه افراده، سلیقه و خلاقیتشون که بتونن درست یک صنایع حصیری بازار پسند درست کنن، مردم پسند، مشتری پسند. بله بله بله. پس واقعا کار خاصی نیست، نداره چیز، ابزار خاصی نداره، فقط باید یه دست توانمند و یک فکر خلاق وجود داشته باشه و یه تعدادی بله. برگ درخت داز یا نخل که باهاش بتونه هنر رو، هنر خودش رو نشون بده. و از این هنر که یعنی در واقع من میتونم بگم این هنر، هنر دستان هنرمنده اون فرد هستش. و آیا شما خودتونم حصیر بافی میکنید؟ خودم به اون شکل نه، چون درگیر یه سری فعالیت ها دیگه هستم، منتها خودم فعالم تو این زمینه دیگه. به اون شکلی که قرار باشه مثل پیشینیان حصیر بافی کنیم نه. حصیرهایی که بافته میشه چه کاربردایی داره؟ آیا برای فقط و فقط در زمینه وسایل منزل این بافته میشه یا اینکه تو کارهای تزئینی هم قابل استفاده است؟ برای کارهای تزئینی الان دیگه بیشتر همه بردنش سمت کارهای تزئینی، یعنی از اون کاربردایی که ما صرفا فکر میکردیم فقط تو آشپزخونه باید ازش استفاده بشه به عنوان سبد نون و سبد سبزی و نمیدونم سبد سیب زمینی پیاز، و دیدیم نه یه جایگاه خیلی بهتری هم داره. الان نگاه میکنه کسایی که مثلا علاقمند به حصیر هستن خیلی قشنگ اینا رو تابلو کردن، رو دیواراشون زدن، به جای قاب عکس دارن استفاده میکنن به عنوان خیلی وسایل تزئینی، به عنوان نمیدونم کاور و گلدون، چقدر که تو بورس دارن استفاده میکنن. نه هم برای وسایل تزئینی استفاده میشه، هم برای کاربردی تو آشپزخونه، حالا نمیدونم هم به عنوان فرشینه استفاده میشه. کاربرداشون بسیار متفاوته و این بستگی به سلیقه خریدار داره که اینو برای چه منظوری خرید میکنه، بگی بستگی به سلیقه و خلاقیتش داره که چجوری بتون ازش استفاده کنه و از چه خوشش بیاد. این هم هست، بعضی وقتا آدم نیاز نداره ولی به حد یه کار و یه هنر و یه اثر هنری زیبا هست که بدون اینکه من نیاز داشته باشم میرم سر وقتش رو اونو تهیه میکنم. و من میخوام این سوال رو از شما بپرسم، ببخشید که دارم فضولی میکنم، ولی بالای سر شما من یه چیزی شبیه گنبد میبینم که این بر من تازگی داره و نمیدونم، هنوز نفهمیدم که این چی هست و چجوری هست. منو میبخشید که دارم در زندگی شما و سقف شما فضولی میکنم، اما در مورد این سقف که حالت گنبدی شکل به نظر میرسه که داره، حالت گنبدی هست اینطور که من اسم میکنم، در مورد این سقف توضیح بدید که این چی هست و آیا این هم یه نوع حصیره؟ به حال من خودم مشتاق شدم بدونم این کار چه جور کار هستش. خواهش میکنم سقف خانم، به این مدل سقف تو اصطلاح محلی میگن کپر. آها. بهش میگن کپر که از اون شاخه نخل و پشتش هم که میبینیم این تزئین شده با شاخه نخل و پشتش هم حصیر گذاشته شده.
و گردیش هم چون توی این منطقه خیلی بادخیز بود، بادای وحشتناک داره، این به خاطر گردش بلبه که بادشکن باشه، یعنی به خاطر اون آیرودینامیک بودنشه که الان تو اصطلاح محلی به این مدل خونه ها علاوه بر کپر توپ هم میگن، به خاطر اون مدل گردیشون توپ هم بهشون میگن. بعد رو این سقف هم دیگه پوشیده شده از برگ نخل و بعد با تناب حصیری هم رو برگا رو قشنگ میبندن که دیگه حالا با باد و بارون و اینا این برگا کنده نشه نریزه، قشنگ اونو میبندن، تو اصطلاح محلی میگن چیلوک بندیش میکنن. اینم که سقف بهت میگن شاک بندی در کل خطه. آره کپر بهش میگن، بس سقف کپری. بله، و این توی معماری جدید هم به کار میره، یعنی معماری جدید قسمت‌هایی از کرمان ترکیبی شده از سقف کپری و دیوارهای معمولی. اینطور به نظر میرسه که دیوار معمولیه ولی فقط سقف کپریه، درسته این ترکیب؟ بله دستش. بله همین جوری هم هست. این خونه ما الان یه خونه 75 متریه با سقف کپری، هم آشپزخونه سقفش کپریه، هم اتاق خوابش، کل خونه سبکش مدرنه، فقط سقفش کپریه، یعنی تلفیق سنت و مدرنیته. خیلی خیلی جالب هستش و من میخوام که این سوال رو از شما داشته باشم که آیا در اون منطقه شبیه خونه شما یه چیزه یه امر عادی هست، یا شما به دلیل اینکه خودتون در کار حصیر بودید اومدید و این سقف رو به این شکل درست کردید؟ خدمتتون عرض کنم که این از زمانی که هتل قلعه گنج، هتل کپری قلعه گنج افتتاح شد باب شد تو قلعه گنج. قبلا به کپر یعنی خیلی بها نمی دادن، همه مردم از کپر گریزون بودن، فکر می کردن خب یه چیز خیلی بدیه تو کپر زندگی کردن. بعد همزمان با ساخت این هتل کپری، هتل 4 ستاره کپری، بعد مردم متوجه شدن نه خب یه هتل 4 ستاره به این زیبایی اینقدر مورد استقبال مثلا مهمونای خارجی قرار گرفته بود، کلی توریست خارجی از سراسر کشور میمدن فقط یک شب خوابیدن تو کپر رو تجربه کنن، دوباره مردم یعنی تقریبا از سال 95 دوباره همه برگشتن به گذشته، یعنی آپارتمان سازی کردن ولی دوباره تو حیات خونشون یک کپر درست کردن. عجب، خیلی جالب هست واقعا دیدنیه چنین سبکی. و آیا این سبک، این حالت کپری میتونه جلوی سرما و گرما رو هم بگیره؟ یعنی اون گرمای شدیدی که اونجا هست آیا منتقل نمی کنه توی ساختمون؟ جلوی سرما و گرما چطور این عمل میکنه؟ ما داریم تو همین ساختمان زندگی میکنیم با گرمای 60 درجه شو، با البته سرما که نداره منطقه ما، ما بهار داریم، ما زمستون نداریم، پلن بهار داریم، برای سرمای بهار هم خیلی خوبه، یعنی احتیاج به گرم کننده خاصی نداره، ولی خب برای تابستون دیگه حتما باید یه وسیله خنک کننده داشته باشیم. برای شما این محصولاتی که به هر حال حصیربافای عزیز هنرمندمون درست میکنن، اینا چطور به دست مشتری میرسه؟ آیا خرید تضمینی دارید؟ آیا شرکت های خصوصی وارد خرید میشن؟ یا اینکه طبق سفارش افراد شما اون چه که مد نظر اون خریدار هستش تهیه میکنید و بهش تقدیم میکنید، یا اینکه ترکیبی از همه این سه نوع فروش هست؟ ما فقط به صورت خصوصی کار میکنیم، یعنی بگم یه حمایت خاصی رو کار ما باشه که تضمینی محصولات ما رو خرید کنه، نه به صورت خصوصی کار میکنیم. حالا بچه هایی که دارن کار میکنن از طریق
شرکت تو نمایشگاه ها مشتری ها خودشون پیدا میکنن یا از طریق اینستاگرام. حالا تو این دورانی که کرونا بود و بازار نبود و نمایشگاه نبود، از طریق پیجای پرفروش اینستاگرام و طبق سلیقه و سفارش مشتری محصولات دستشون میرسونیم و خدا رو شد تو این چند ساله صنایع حصیری از استقبال خیلی خوبی برخوردار بود. یعنی یه کالای خیلی ضروری هم نبود برای مردم، ولی خب مورد حمایت خیلی خوبی قرار گرفت توسط خود مردم. حالا از طریق میگم ما شرکت تو نمایشگاه یا پیجامون و اینا خدا رو شکر خوب بوده. و شما برای اینکه توجه خریداران رو جلب کنید از رنگ استفاده میکنید، بافت رو تغییر میدید، چه کارهایی رو، چه تغییراتی رو، چه تنوعی رو در کارتون ایجاد میکنید که مشتری بیشتری پیدا بشه و فروش بالاتری داشته باشید؟ بله، اول که تنوع تو تولید باید مرتب تنوع داشته باشیم، یعنی مرتب تو هر یه بازه زمانی میشه که باید محصول تغییر بدی و یه محصول جدید وارد بازار کنی. بعد تنوع تو رنگ و تنوع تو نوع بافت. نوع بافت دیگه مثلا الان مشتری دیگه هر نوع بافت حصیری رو نمیپسنده. مشتری که داره حصیر میخره بافت حصیری رو میشناسه، میدونه که حصیری با کیفیت تره که ریز بافتر باشه و مثلا شکیلتر باشه، رنگش سبزتر باشه، حالت کهنگی نداشته باشه. همه اینا رو که رعایت کنیم دیگه تو رونق فروش تاثیر داره. صحبت از رنگ کردید شما که رنگش باید سبزتر باشه. آیا برای بافتن یک وسیله تماما از یک رنگ استفاده میشه یا اینکه میتونید رنگ‌های مختلفی رو به کار ببرید و در نقش‌های مختلف که این سبب جلب توجه بیشتری بشه و خریدار بهتری پیدا کنه؟ آیا این عملی هست؟ این کار انجام میشه؟ این که خدمتون گفتم رنگش سبز باشه، رنگ سبز طبیعی خودشه. درخت چای داز یه خاصیتی داره، رنگ ناپذیره. از این رنگ‌های مصنوعی که میشه به رنگ به برگ نخل زد و باش صنایع حصیری درست کرد، داز به هیچ عنوان رنگ نمیگیره. شاید به خاطر همون خاصیت وحشی بودنشه که رنگ نمیگیره. منتها اون رنگ سبز طبیعی خودش، خب دازم انواع و اقسام داره، یعنی مثلا برگ دازم کهنه میشه، مونده میشه و دیگه نباید از هر برگی برای تولید صنایع دستی استفاده کرد. هر چی که تازه تر باشه و سبز تر باشه کیفیت کار بهتر میشه. شما صحبت از بالا بردن کیفیت کار کردید. چه تکنیکایی رو در عمل شما پیاده می کنید تا کیفیت کار بالا بره و محصول مشتری بهتری پیدا کنه و با قیمت، حالا که یه هنرمند داره زحمت می کشه، با یه قیمت بالاتری فروش بره، این عواملی که کیفیت کار رو با شما بالا میبره، تکنیک هایی که دارید برای بالا بردن کیفیت کار چیا هست؟ یکی که همون آموزش دادن به بچه ها هستش، یعنی مثلا خب آموزش میدیم که دیگه این مدل حصیر، خب فیدبک که میگیریم از مشتری متوجه میشیم خب کدوم حصیر مورد پسند مشتری است، کدوم حصیر نیست. یکی از طریق آموزش هسته و از طریق کارهای تلفیقی که داریم انجام میدیم. مثلا تلفیق حصیر رو با چرم، مثلا برای زنبیلای حصیری بند چرمی درست میکنیم. خب این بند چرم طبیعی کیفیت کار خیلی بالا میبره، هم کار شکیل تر میکنه، هم ارزش افزوده به کار میده. مثلا یه سری کارا دیگه ما اومدیم انجام دادیم، با پته کرمان تلفیق کردیم رو کارامونو، یا اینکه از یه سری فلز برای قالب دادن به این صنایع حصیری استفاده کردیم. این تکنیکا رو به کار میبریم که بتونیم کیفیت کار رو بالا ببریم دیگه. بسیار. و همین که ارزش افزوده به کار بدیم. بله همینطوره. و خب من این دفعه خریداری شما هستم، میخوام که بیام و یک حصیر رو از شما خریداری کنم.
باید چه چیزایی رو در نظر داشته باشم؟ یعنی یک کسی رو که میبینم من به چه عواملی، به چه المانهایی توجه کنم که بدونم حسیری که دارم میخرم کیفیت خوبی داره، مرغوبیت خوبی داره و برای من چند سال هم زیبایی داره و هم کار کرد داره. به چه چیزایی توجه کنم موقع خرید حسیر؟ به نظر خود من اولین چیزی که تو کیفیت حصیر خیلی مهمه، حرف اول میزنه، نوع بافتشه، یعنی ریز بافت باشه یا درشت بافت، یعنی مثلا تولید کننده همینجوری یه چیزی سنبل کرده باشه یا با عشق بافته باشه. یکی ریز بافت بودنشه و رنگش، چون هر چی که رنگ حصیر سبزتر باشه این مشخصه که دوام بیشتری خواهد داشت، چون از نوع برگی استفاده شده که دوام بیشتری خواهد داشت. و یکی این که چند لایه برگ رو هم گذاشته شده باشه و بافته شده باشه. ما حصیر داریم که 3 لایه برگ بچه ها رو هم میذارن به خاطر محکم شدن کار. 3 لایه حصیر رو هم میذارن، آره میبافن و این دیگه یه کاری میشه که شاید دیگه میراث ماندگار برای شما بشه. دقیقا همینطوره. وقتی که الیاف گفتید که الیاف درخت داز به این سادگی پاره بشو نیست، حالا اگر 3 تا لایه باشه به قول شما میشه میراث خانوادگی و این نسل در نسل برای خانواده باقی خواهد بود. شما فرمودید که افرادی که میخوان که آموزش ببینن، آیا شما کلاس های آموزشی هم دارید برای افرادی که دوست دارن؟ واقعا جوان ها ممکنه که بخوان از این صنعت و از این هنر بهره برداری کنن و بهره گیری کنن و آموزش ببینن، آیا این کلاس ها دایر هست و افراد میتونن مراجعه کنن و این هنر رو یاد بگیرن؟ بله، مرتب ما کلاس های آموزشیمون دایر هست و کارگاه داریم، مثلا کارگاه حصیر بافی داریم و بچه ها همه میتونن بیان آموزش ببینن. تو خود روستاها که ما داریم کار میکنیم، خب از توان خود محلی برای آموزش بچه ها استفاده میکنیم. مثلا میگم تو این روستا ما 40 نفر بافنده داریم، کارار داریم، میبینیم خب بین اینا یکیشون داره عالی میبافه، همه نکات داره رعایت میکنه، به عنوان مربی انتخاب میکنیم و برای آموزش بقیه روستاها یا حداقل خود بچه های خود همون روستا. و ما مرتب کلاس های آموزشیمون دایره، کما اینکه بچه های بودن که هیچ علاقه ای نداشتن، منتها خب الان که میبینن مادرشون داره میبافه، مادر بزرگشون هم داره میبافه، انگیزه پیدا کردن برای بافت صنایع حصیری و خب کنار مادر بزرگشون نشستن حصیر بافی رو یاد گرفتن. پس در واقع اینطور که از کلام شما من برداشت کردم، نسل جوان هم به شکلی علاقمند شده و داره توی این کلاس ها شرکت میکنه و آموزش میبینه و یاد میگیره که این هنر پدرانشون رو چطور حفظش کنن و چطور این رو نگه دارن و چه تغییراتی در قسمت های مختلف بدن که از اون هویت اصلیش حفظ بشه ولی طرح و رنگ‌های تازه و بافت‌های تازه بتونه جلب توجه بیشتری رو برای خریدار داشته باشه. بله دقیقاً. بله، شما محصولاتتون رو درست کردید؟ هنرجویان شما یا افراد حصیر بافی که در کنار شما باف هستن، حصیرهای مختلفی رو بافتن. آیا این رو چطور بازاریابی میکنید که این شهرهای دیگه، جاهای دیگه بدونن شما چه چیزایی رو دارید، چه محصولاتی رو درست میکنید؟ این تبلیغات شما به چه صورت هست؟ چطور اون رو به شهرهای دیگه عرضه میکنید؟ خب ما قبل از اینکه این اتفاق کرونا بیفته، تبلیغاتمون و اینا همه از طریق شرکت تو نمایشگاه بین المللی بود. اونجا شرکت میکردیم، خب مشتری ها خودمون از طریق نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، خب دیگه هر کی تو کار صنایع دستی باشه تو کل ایران حتما از نمایشگاه تخصصی صنایع دستی که هر سال تو تهران برگزار میشه بازدید میکنه. ما عمده مشتری هامونو از تو نمایشگاه
پیدا کردیم، یعنی اونجا با ایشون صحبت کردیم و سفارش گرفتیم و هنوزم این تعامل برقرار، خدا رو شکر. هنوزم این کار خرید فروش حسیر هنوز همون به قول معروف از همون که تو نمایشگاه ها تونستیم مشتریامون پیدا کنیم، هنوز همون ها هستن که از ما خرید میکنن. قطعاً وقتی که ببینن محصول با کیفیت و زیبایی هست، و خب طبیعیه، میتونی الان خب گلیمای زیادی هست که از الیاف مصنوعی درست شده و نه برای طبیعت خوبه، نه برای محیط‌زیست خوبه و نه برای سلامتی انسانها، ولی حسیری که با برگ‌های درخت‌های داس ساخته میشه و درست میشه و بافته میشه از طبیعته و نه برای محیط‌زیست ضرری داره و نه برای انسان‌ها ضرری داره. و من میخوام بدونم حسیر بافی رو ما در شمال کشور هم داریم و شاید در شمال کشور حسیر بافی هم تنوع بیشتری شاید داشته باشه، رنگ و روهای بیشتری داره، رنگ و آب بهتری داره و مردم بیشتر شناختنش. چه تفاوتی هست بین حسیری که در استان کرمان و بلخص در قلعه گنج بافته میشه با حسیری که در شمال ایران بافته میشه؟ این تفاوتاش در چی هست؟ تفاوتاش همونجور که خودتون فرمودین یکی تو رنگ و لعابه. اون رنگ و لعابی که حسیر شمال داره، خب اون حسیر نوعش با حسیر ما فرق میکنه کلن، اصلا از برگ نخل نیست، از یه متریال دیگه هستش، از نی درست میکنن کلن و به شدت رنگ پذیره، یعنی هر جور که رنگی بهش بدن خیلی زیبا اون رنگو میگیره. و خب خانما شمالی هم که خیلی هنرمندن، ولی خب تفاوت عمده تو جنس حسیره، تو کیفیت حسیره و من به جرئت میگم که کیفیت حسیر ما قابل مقایسه با هیچ حسیری تو دنیا نیست. خب. از نظر کیفیت اصلا نمیشه مقایسه کنید. درست حسیر شما رنگ و لعاب داره و به خاطر رنگ و لعابشه که فکر میکنم مردم بیشتر میشناسنش، ولی حسیر ما بسیار حسیر با کیفیت تری هستش. خب به هر حال ببینید رقابت همیشه حرف میزنه برای آدم که باید تو این رقابت ها یه رقابت سالم داشته باشیم و یه کارهایی رو انجام بدیم که بتونیم در میان این همه رقبا بتونیم سرمون رو بلند کنیم و محصولاتمون رو بفروشیم و به نفع هنرمندای حسیر بافمون عمل کنیم. شما برای فروش بیشتر و رقابت با این رقیب ها چه چیزایی رو در نظر میگیرید؟ ما یکی از نظر، یعنی اومدیم مسئله ای که پیش کشیدیم بتونیم یکم با بازار حسیر شما رقابت کنیم، قیمتمون آوردیم پایین تر. الان بچه های شمال از ما حسیر میخرن، کامیون از ما حسیر میخرن. خب هم قیمت رو پایین آوردید و هم متریالتون، حسیری که ازش استفاده میشه اون برگ درخت ماندگاری هست، نیست که بله خورد بشه، تیکه تیکه بشه، بریزه و یه شکل نادرستی و زیبایی رو پیدا. حسیر خیلی مراقبت میخواد، یعنی من خودم اصلا حسیر شمال رو ندارم، منتها خب مشتریایی داریم که به من میگن اینم باید مرتب حسیر رو بهش آب برسونیم، باید مرتب حسیر رو مرطوب نگهش داریم. میگم نه، برای چی؟ میگه خب حسیر شمال که میخوریم باید مرتب مرطوب نگهش داریم چون حسیر خرد میشه و میشکنه. خب این حسیر ما اصلا نه نیازی به مرطوب کردن داره، چون میگم خودش قد تو شرایط بد آب و هوایی این درخت داز رشد میکنه که اصلا یه حسیر بسیار، یک درخت بسیار زمختیه و نازنازی نیست که همش قرار باشه مرطوب نگرش داریم و اینا. یعنی خب این مثلا بلی بفرم خواهیش میکنم، میگم خب این تفاوت هم هست بین دوتا حسیر، یه حسیر جون سخته،
هستیدیه که بله. به این راحتی از بین نمیره. و خب پیشنهاد شما برای اینکه این صنعت حصیربافی در استان کرمان از رونق بیشتری برخوردار بشه چی هست؟ چه پیشنهادی دارید؟ من توصیه میکنم به همه خانوما و آقایون کرمانی که این چون هنر آبا اجدادی ما بوده، یعنی ما هر کرمانی که بر میگرده به گذشتش مراجعه میکنه، یا پدر بزرگش یا پدرش دستی تو حصیر بافی داشتن، همه این هنر زیبا رو یاد بگیرن، حمایت کنن و همینجور که دارن پته رو همه خانمای کرمانی تو خونشون میری یه پته جلوشون دارن میدوزن، یه پتر میدوزن، دوست دارن پته دوزی رو. همینجور که پتر اینقدر دوست دارن، حصیر بافی هم همینجوری کنارش باشه. به نظر من یک هنر ضروری برای هر خانواده کرمانیه. بله بسیار خوب. بس ما منم به همه کرمانی ها پیشنهاد میکنم و ازشون میخوام که از این صنعت و از این هنری که داشت به دست فراموشی سپرده میشد، داشت که به این شکلی نسل این هنر از بین بره ولی احیا شد توسط عزیزان که به هر حال زحمت کشیدن، که یکی از اونها مقابل من نشسته و داره با من صحبت میکنه، خانم اکرم قلندری. با تلاشی که کردن تونستن به شکلی احیا کنن، زندهش نگه دارن و این ما هستیم که باید کمک کنیم این میراث فرهنگیمون، این صنعت دستی مردمان کرمان رونق بگیره و خودش برای خانواده ها یک کسب درآمد بشه، درآمدزایی داشته باشه تا زندگی ها رونق بگیره و وقتی زندگی ها رونق میگیره مردم شادتری خواهیم داشت. و خانم قلندری، بله. من در پایان ازتون میخوام که یه پیام برای کرمانی ها و برای حصیر بافان، یه پیام مخصوص با لهجه خودتون بدید. لهجم که همینه خانم، لهجه خاصی ندارم، لهجم همینه، هم نمیدونم کرمانیه چی، لهجم همینه. میخواستم خواهش کنم از همه که حصیر بافان و مورد حمایت خودشون قرار بدن و اینکه تا این هنر آبا اجدادی ما زنده بمونه. بله بسیار خوب. من فکر کردم یه گویش خاصی داری و از این جهت خواستم به با اون گویش خودتون. بله من تو شهری زندگی میکنم که گویشش متفاوت هست ولی خودم اصالتاً قلهگنجی نیستم، زبون مادریم قلهگنجی نیست که من بتونم صحبت کنم. بله بسیار خوب باشه. ممنونم به هر صورت، ممنون از پیامی که دادید، ممنون از اینکه شما دعوت من رو پذیرفتید و در مورد این صنعت و هنر که هزاران سال پیش برمی‌گرده صحبت کردید. صنعتی که من خودم خیلی ازش مطلع نبودم و نمی‌دونستم و واقعا فکر می‌کردم یه صنعت مرده است، ولی دیدم نه، احیا شده، زنده است، فعاله، داره کار میکنه، داره نشون میده خودش رو، داره با هنرهای دیگه مخلوط میشه، تلفیق میشه، ترکیب میشه و میگه من هستم، من یک حصیرم و بیاید روی من بشینید و ببینید چه لذتی داره نشستن روی طبیعت، نشستن روی برگ بدون اینکه خیس بشید، بدون اینکه رطوبت اذیتتون بکنه. پس قطر خیسی رو حصیر با رو بیشتر بدونید. خانم قلندری از شما سپاسگزاری میکنم و با امید این هستم که یک بار دیگه یک برنامه دیگه ما داشته باشیم با هم دیگه. من تصاویری که برام فرستادید آماده کردم هستش، اما چون وقت نیست مجبورم اینو بذارم برای یه برنامه دیگه و از شما بخوام که روی اون تصاویر صحبت کنید و به ما بگید که هر کدوم از این دوستان هنرمند حصیربافمون دارن چی میکنن، چی بافتن و به هر حال چطور این هنر رو دارید شما به شکل جالب توجهی نشان میدید.
امیدوارم که یک برنامه دیگه بتونم با شما داشته باشم. در اینجا از شما و بیننده های عزیزم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. بله، من باید بگم که مثل همیشه این شعار من هست که